بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو همراه ماست. بابک خوش اومدی به برنامه امروز. خب یک روز گذشت از اعلامی که شد در خصوص توافق میان اسرائیل و بحرین، یکم بیشتر از بگو اونجا چه اتفاقی افتاد، از واکنش های مردمون که صحبت میکنی احساساتشون رو بیشتر برای ما بگو. بله، من الان در ساحل تل‌آویو هستم و وقتی که با مردمی که در این خیابان رفت و آمد میکنم، قبل از برنامه گفتگو میکردم، اونها میگفتن که بسیار خرسند هستن از این توافق صلحی که داره امضا میشه و جالب این بود که بسیار مشتاق و بی‌صبرانه منتظرن که پروازها به سوی امارات باز بشه و اونها بتونن که از دبی، شهر توریستی که بسیار خواهان دیدار اون هستن، دیدار بکنن. بعد از توافق صلحی که بین امارات متحده عربی و اسرائیل قراره که روز سه‌شنبه در کاخ سفید با حضور پرزیدنت ترامپ امضا بشه، یک روز تاریخی دیگر نیز در اسرائیل دیروز رخ داد و اون پیمان صلح و عادی سازی با اولین کشور عربی با اکثریت شیعه یعنی بحرین هستش و این بحرین چهارمین کشوری خواهد بود که بعد از مصر، اردن و امارات متحده عربی با اسرائیل پیمان صلح امضا میکنه. حامد بن عیسی پادشاه بحرین دیروز از این پیمان و قرارداد عادی سازی استقبال کرد و گفت که نقش آمریکا را در این روند نباید فراموش کنیم. در این بین آقای نتانیاهو نیز در بیانیه که دیروز انتشار داد بسیار ابراز خرسندی کرد و هیجان خودش را پنهان نکرد و گفت 26 سال ما انتظار کشیدیم تا بتوانیم با یک کشور عربی دیگه به صلح برسیم، ولی دیدیم که بعد از 29 روز با چهارمین کشور عرب نیز توانستیم به صلح برسیم. در کنار این عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر هم از این توافق بین بحرین و اسرائیل استقبال کرد و گفت که این راه ثبات صلح در منطقه خاورمیانه را در پیدا خواهد داشت. ولی از مخالفان باید بگیم که فلسطینیان، حماس کسانی هستند که بسیار مخالفت کردند و حکومت خودگردان فلسطینی سفیر خودش را از بحرین فراخواند. همچنین ترکیه نیز به شدت این توافق را مورد حمله قرار داد و همچنین ایران. من هم اکنون در کنار تحلیلگر مسائل خاورمیانه مئیر جاودانپر هستم و از آقای جاودانپر خیلی ممنون که دعوت ما را پذیرفتین. آقای جاودانپر، اهمیت این توافق برای هر دو کشور، شاید هر سه کشور، ایالات متحده، امارات و اسرائیل چه هست و همچنین بحرین؟ با عرض سلام و شالوم خدمت بینندگان شما و با عرض تسلیت به مردم بزرگ ایران بابت اعدام نوید افکاری، به نظر من بزرگترین برنده این توافق صلح آقای ترامپ هستش و می‌بینیم که الان در واشنگتن مراسمی رو برپا خواهند کرد برای امضای این برنامه که ما می‌دونیم که در حدود دو ماه دیگه در آمریکا انتخابات برگزار خواهد شد و برای آقای ترامپ بسیار مهم هستش که نشون بده که سیاست خارجی او ثمره داشته و این آقای ترامپ از این میخواد استفاده منطق بر اساس منطق میخواد استفاده بکنه برای کارزار انتخاباتی خودش. ولی برای اسرائیل و بحرین و امارات متحده بسیار مهم هستش. برای اسرائیل الان اعتبار اسرائیل در خاورمیانه افزایش پیدا خواهد کرد بین کشورهای عربی و مسلمان. به خصوص حتی ببینید در خود اسرائیل اکثریت مطلق احزاب از چپ و راست حمایت میکنن از این طرح صلح بین اسرائیل و کشورهای عربی. خب این یک پیروزی بسیار بزرگی برای اسرائیل هستش، پیروزی هستش که فراجناحی هستش در اسرائیل و برای کشورهای امارات متحده و بحرین این یک اسرائیل میتونه یک مقصد باشه برای تجارت، برای سرمایه گذاری، برای توریسم و برای واردات تکنولوژی های بسیار پیشرفته در انواع و اقسام صنعت ها. پس این مسئله به قول انگلیسی ها اینه که وین وین هستش، برنده برنده برای هر دو طرف هستش. البته کشورهایی هستن که در این منطقه که از این تحولات اخیر راضی نیستن. بله، از مخالفان گفتید. در رابطه با مخالفت ایران، ترکیه و فلسطین، نقش اینها در این رابطه چه خواهد بود؟ ببینید، فلسطین، مخالفت فلسطین، کدوم فلسطین؟ فلسطین حماس یا فلسطین سازمان آزادی بخش فلسطین؟
خب حماس که هیچ وقت نمیخواد صلح بکنه با اسرائیل، ما متاسفانه از اصلا معامله خارج هستش. برای سازمان آزادی بخش فلسطین بله این یک شکست هستش و دیدگاهشون منطقی هستش، با اینکه من موافق نیستم منطقی هستش، چون الان خیلی خواهند گفت که خب چرا بخوایم ما احتیاج داره با فلسطینی‌ها صلح بکنیم وقتی میتونیم مستقیما با کشورهای عرب صلح بکنیم. و در این حال در خود سازمان آزادی بخش فلسطین مسئله صلح اسرائیل با امارات به خصوص دردناک بوده، چون آقای جبریل رجوب که رقیب آقای محمود عباس هستش چون الان در امارات هستش. خب این مسئله فلسطین. مسئله ترکیه اینه که الان ترکیه الان داره سعی میکنه که در این منطقه اکتشاف گاز بکنه در دریای مدیترانه و یک جبهه برای خودش به وجود آورده با پاکستان و قطر، و در برابر این جبهه الان کشور اسرائیل، قبرس، امارات متحده عربی، یونان و مصر قرار دارن. خب اونها هم از این مسئله ناراضی هستن که الان اعتبار اسرائیل و این میشه گفت محور جدید، محور قوی تری داره بعد بین اونها به وجود میاد. جمهوری اسلامی که خب جمهوری اسلامی که اصلا نمیخواد اسرائیل وجود داشته باشه، خب این شکست بسیار بزرگی برای محور مقاومت برای جمهوری اسلامی هستش. بله از ساحل تل آویو برمیگردیم به استودیو. ممنونم از هر دو مهمان، بابک اسحاقی همکارم و همینطور مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اخت...